اینجا رادیوی جهانی پارس در خدمت شماست. بینندگان عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم. خوشحالم که بار دیگه خداوند این فرصت رو داد تا به اتفاق همکارانم از این استودیو به خانه های شما بیایم با بخش دیگری از مجموعه برنامه های سوال هفته. خوشحال هستم که همکار عزیز و ارجمندم کشیش ورژ بابا خانی در استودیو هستم. برادر ورژ، خیلی خوش آمدید. مرسی، خیلی ممنون. امروز افتخار دارم که وبسایت پرپاسخ رو به دوستان عزیز باز معرفی کنم. و وبسایت پرپاسخ وبسایتیه که به سوالات مردم پاسخ میده در مورد مسیحیت، کتاب مقدس، تاریخ کلیسا و هر سوالی که از هر جنبه‌ای میشه پرسید در اونجا بررسی میشه. و شما رو دعوت میکنم که به این وبسایت مراجعه کنید، پرپاسخ.com، و در اونجا میتونید سوالات خودتون رو جستجو کنید. در قسمت جستجو میتونید سوالتون رو بنویسید و پاسخ سوالتون رو بیابید. در ضمن قسمت‌های تصویری و صوتی داریم که از اونجا هم میتونید استفاده کنید. در سایت farsinetwork.com ما پورتال وبسایت‌هامون رو داریم، لینک‌های وبسایت‌هامون رو داریم که میتونید به اونجا مراجعه کنید و قسمت‌های مختلف رو ببینید. خانواده، کودکان، جوانان و موضوعات مختلف رو نگاه کنید و پرپاسخ هم در اونجا هست. پس پورتال سازمان کلیسای 222 برای وبسایت‌ها farsinetwork.com هستش. مرسی کشیش ورژ عزیز. عزیزم، خبر بسیار عالی داریم امروز. سوال هفته مربوط به ارتباط روانشناسی و ایمان مسیح است. بدین جهت ما دعوت کردیم از برادر بزرگوار ارجمندمون کشیش مهدی ارشانفر، فوق لیسانس روانشناسی، که به عنوان کارشناس به استودیوی ما دعوت شدند. امروز از طریق سیستم های مجازی خدمت ایشون هستیم. برادر عزیزم کشیش مهدی ارشانفر، خیلی خوشحال هستم که امروز در میان ما هستید به وسیله سیستم های ارتباطی. اینطور به شما خوش آمد میگم. مرسی. من هم سلام دارم خدمت شما برادر عزیز خوبم، همچنین برادر رژ بسیار گرامی. خوشحالم که در خدمتتون هستم. مرسی مرسی. دلم برای هر دوتون تنگ شده و کاش میتونستم همونجا حضوری خدمتتون باشم. خواهش میکنم. امیدوارم که موفق و معید باشید. باعث افتخار من هست که در خدمتتون باشم. بله، بفرمایید. کشمتی، خیلی خوشحال هستیم که میتونیم الان با شما صحبت کنیم. واقعا جای شما بین ما خالی است و دل ما هم همچنین برای شما تنگه. همونطوری که مطرح شد، برادر مهدی عزیز، میخواستیم شما به عنوان کارشناس ارشد روانشناسی، همچنین کشیش کلیسای خداوند عیسی، برای ما بگید چه ارتباطی بین مسیحیت و روانشناسی وجود داره؟ آیا اصلا از دیدگاه مسیحیت روانشناسی با عنوان علم وثوق داره یا قابل قبول هست یا خیر؟ بله، حضور با سادتون هست شود که عزیزانم همینطور که اطلاع دارید، اصولا اکثر علوم، علومی که واقعا علم هستن، ما میدونید که هم دو قسمت هست این قضیه، هم علمه هم شبه علمه. اونایی که علم هستن بیشتر، حالا اون بحثش جداگانه است، بیشتر علوم مسائلی رو که مطرح میکنن نه تنها تضادی با مسیحیت نداره، بلکه خیلی از موارد تایید کننده و پشتیبانی کننده مطالب است که در کلام خدا آمده. الان شما مثلا حتی در رابطه با مثلا کیهانشناسی، نمیدونم، مثلا شما نگاه کنید این عظمتی رو که جدیدن کشف کردن و میشناسن، ببینید چقدر به ما کمک میکنی که ما به عظمت خدا واقف بشیم. ما ببینیم چقدر خدایی رو که ما میشناسیم چقدر عظیم، واقعا عظمت بی نهایت عظیم او برای ما مشخص میشه. مسائل دیگه مثل بیولوژی، نگاه کنید ببینید این سلول های بدن ما چه میکنن، پزشکی و امورات دیگه، اکثر این علوم ما رو به این میکشن
که ببینیم که خدای ما چقدر عظیمه و چقدر عجیبه. از جمله روانشناسی، روانشناسی یا اصولا کلن بخوام بگیم علوم انسانی بیشتر در این مورد میتونن به کمک بیان، میتونن کمک کاربردی داشته باشن، میتونن عملا به ما کمک بکنن در این روابط. من برای که قضیه کمی روشن بشه فکر میکنم بهتره اگر وقتی باشه من یه دو سه تا مثال بزنم، شاید یه کمی این مسئله روشن‌تر بشه. برای استفاده میکنم با کمال میل میشنویم کیش مهدی عزیز. مثلا کلام خدا به ما یادآوری میکنه، میگه انتقام مگیر و کینه مورز. خب این کلام خداست، موظف هستیم ما که به خدا معتقدیم موظف هستیم که این کلام رو رعایت بکنیم. اما واقعا این توان ما تا چه حد است که ما کینه مورزیم؟ یعنی واقعا شما برخورد کردیم، ما برخورد کردیم، گهگداری با آدم ها برخورد میکنیم، میگه بهش میگه خب عزیزم فلانی این کار رو برات کرده، حالا دیگه گذشته ببخش. میگه نمیتونم ببخشم. واقعا خیلی که ما اصرار میکنیم، مثلا به من حالا میگم بردن مهدی تو نمیدونی به من چی کار کرده، و این ایست که سخته. حالا در حالی که حالا میاد علم روانشناسی اینجا چیکار میکنه، میاد برای ما روشن میکنه اولا که داشتن این کینه باعث میشه که درون روانی ما به هم بخوره. وقتی درون روانی ما به هم بخوره آرامیمون رو از دست میدیم. از دست دادن آرامی باعث نه تنها اختلال روانی در ما میشه، بلکه اختلالات فیزیکی هم در ما به وجود میاره، و در نتیجه ما رو دچار سردرگمی، آشفتگی، اضطراب، استرس و هزار تا گرفتاری دیگه میکنه. حالا میاد یه خودم بیشتر توضیح میده و میگه چرا تو این حالت رو داری؟ تو چرا اینجوری شدی که الان با این که قبول داری که باید ببخشی، قبول داری که کینه نباید داشته باشی، تو چرا الان به این حالت رسیدی؟ میاد ما رو کمک میکنه که مثلا دوران بچگیت اینجوری بودی، اونجوری بودی، و اینها عواملی شدن که تو الان به اینجا رسیدی. و یکی از مسائل مهمی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که وقتی که ما متوجه یک مسئله میشیم اونو خیلی راحتتر حلش میکنیم. شما همینجوری یه دفعه مثلا تو خیابون داری میری، به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا این برابر نگاه میکنی، اضطراب پیدا میکنی، مضطرب میشی، ولی اگر بدونی این اضطراب شما از چیه، خب حلش میکنی، مسئله رو برمیداری، حالا هرچی که هست. در نتیجه کار روانشناسی ایدیش اینه که ما رو آگاه میکنه که آقا خانم این کینه که تو داری چگونه به وجود اومده، از کجا به وجود اومده، و تو چجوری میتونی کینه رو آرومش بکنی، و بالخصوص این که خب از طرف دیگه که ما میتونیم از روح خدا که در ماست استفاده بکنیم و این مسئله رو حل کنیم و این آرامی که باید بگیریم و بگیریم. مثال دیگه که من بخوام باز عرض کنم خدمتی که هم مسئله هایی که مثلا خیلی مهمه، کلام خدا به ما میگه که اگر به گناهان خود اعتراف کنید او امین و عادل است که شما را ببخشد و از هر ناراستی پاک سازد. وقتی که اینو به ظاهر به بعضی از عزیزان میگی، برمیگردن با آدم میگن اوه پس یعنی ما هر کاری خواستیم بکنیم بعدم دیگه همین دیگه خدا میبخشه دیگه. ببینید برادرها و خواهرهای من که الان ما رو میشنوید، کار خدا این نیست که ما رو مجازات کنه، کار خدا این نیست که ما رو بسوزونه، کار خدا اینه که ما رو اصلاح کنه، ما رو درست، ما رو به طریقهای درست هدایت کنه. مگه نه اینکه ما میگیم روح القدس آمد برای اینکه ما رو به جمیع راستی هدایت کنه، میگیم روح القدس آمد تا ما رو به گناهانمون ملزم کنه. در نتیجه کار خدا اینی که ما رو روشن کنه، ما رو آگاه کنه و ما رو به طریق درست هدایت کنه. حالا اگر یه فرزندی رو شما در نظر میگیرید، یه کار خلافی رو انجام میده، میاد جلوی پدر و جلوی مادر میشینه، میگه مادر پدر منو عفو کن، منو ببخش، من میدونم این کاری که کردم بسیار بد بود، من پشیمونم از این کار و استدعا دارم منو ببخشید، فکر میکنم هر پدر مادر این کارو میکنه. یه فرصت دیگه خواهد داد که بله ابدا عزیزم، حالا که متوجه شدی کار بد کردی ابدا. مسئله مهم اینجاست، اگر ما بپذیریم که
که اون عمل رو که انجام دادیم کار غلط و نادرستی بوده، اگر من کلام نازیبایی به کسی گفتم، اگر اینو متوجه میشم که کار غلطی بوده و میام و اعتراف میکنم، من در واقع من به من به خود من میگم دقت کن چی گفتی، این کلامی که تو از دهانت در اومد چقدر نامناسب بود، چقدر جور بود. من در واقع در حقیقت خودم دارم خودم رو معلمی میکنم، دارم خودم رو آموزش میدم. من چه کردی به غلط. حالا اینجا من یاد میگیرم، من میآموزم، من چند بار میتونم یک کلام نادرستی رو به کار ببرم، بعد خودم بیام بشینم به خودم این صحبت رو بکنم و بعد بازم تکرار کنم. طبیعتا تکرارم کم کم و یه وقتی از بین خواهد. حالا قسمت دوم، شق دوم قضیه چیه؟ دوم قضیه این هستش که ما میایم میگیم آره من فلان حرف رو به این شخص زدم، اما حقش بود، من باید میگفتم، تازه کم گفتم، تازه باید بیشتر از اینا میگفتم، اگر من یکی زدم تو گوشش باید 10 تا میزدم. این در واقع من در حقیقت دارم به من خودم دارم میگم نادان بمان، در همین نادانی نگهدار خودتو. من در واقع نمیخوام یاد بگیرم، نمیخوام آموزش ببینم و به همین شکل من ادامه خواهم داد این بد بودنم رو ادامه میدم و هر روز بدتر و بدتر میشم. بعد خوبی دیگه نداره در این رابطه. حالا روانشناسی چی کار میکنه؟ روانشناسی میاد منو در واقع به من کمک میکنه تا من در واقع خودم رو بهتر بشناسم. وقتی که من خودم رو بهتر بشناسم، من بدونم که چه نقاط قوت و چه نقاط ضعفی دارم، طبیعتا در مقابل اتفاقات و اشتباهات یا کارهایی که میکنم بهتر میتونم اکشول عمل نشون بدم. کار روانشناسی در یک موردش اینه که میاد من رو به خودم آشنا میکنه، من رو با خودم دوست میکنه، من رو به درون خودم آشنا میکنه. اگر تو یه همچی کاری کنی به این دلیله، به این دلیل و این درست نیست و این شکلیه. و اینجا باز میبینیم که روانشناسی در واقع میاد و به کمک روانشناسی ما میتونیم در طریقهای خدا قرار بگیریم. پس اینجا هم باز یک اتحادی بین این دوتا برقرار خواهد شد. نمیدونم وقت هست مثال دیگه هم؟ بله قطعا. بله. کیش مهدی ما منتظر هستیم بشنویم، استفاده میکنم. مطلب دیگه که باز اینجا مثال میتونم بزنم، اکثر ماها آدمای منتقدی هستیم، اکثر ماها آدمای اکثر که نمیتونم آدم بگم، خیلی از ما آدمای ایرادگیری هست. در یه جایی که میریم دائم ایراد میگیریم، این چرا اونجوریه، اون چرا اونجوریه، چرا این کجه، چرا اون راسته. باز برگردیم به کلام خدا، وقتی که برمیگردیم به کلام خدا میبینیم که خداوند ما عیسی مسیح که به اون شخصی که حالا در یک جایی به شخصی برمیگرده میگه اول اون چوب رو از چشم خودت در بیار، بعد اون کاه رو بهتر میتونی از چشم برادر دریا ببینی. مسئله مهم اینجاست که ما وقتی که در رابطه با مردم شروع میکنیم به قضاوت کردن، شروع میکنیم به حکم راندن، شروع میکنیم به محکوم کردن، در حقیقت خودمون رو نمیبینیم. در حقیقت اون چوبی که تو چشم خودمون هست رو نمیبینیم. اگر اون چوب واقعا ببینیم و واقعا درک بکنیم اون چوب رو، طبیعی است که یه مقدار مراعات خواهیم کرد، یه مقدار مواظب خواهیم بود. چنانچه ما هیچ وقت نمیبینیم، چون ما همجوری معمولی، ما هیچ وقت نمیبینیم که یه شخص نابینایی به یه نفر دیگه بگه مثلا نابینایی، یا یه شخص چه میدونم مثلا دست یا پا نداشته باشه به شخص دیگری بگه تو دست و پا نداری، تو میدونه که خودش هم نداره دیگه. مشکل ما اینجاست که ما باید آگاه بشیم به خودمون. روانشناسی به ما کمک میکنه که ما به خودمون آگاه بشیم، متوجه باشیم این چوب‌هایی که چوب‌های بسیاری در چشمان همه ما وجود داره، بسیار 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 زیاد. علت چم این هستش که ما نمیخوام بگم فقط حالا ما فارس زبان ها، بلکه اکثر ملت ها به دلیل
بد بودن دوران کودکی که همین الانش هم متاسفانه ما میبینیم، در نتیجه ما دچار مسائل بسیار بسیار زیادی شدیم و متاسفانه چوبهای بسیار بسیار زیادی در چشمان ما وجود داره که اینو نه تنها واقعا روح خدا میتونه ما رو یاری کنه و کمک کنه که این چوبار داریم، ولی منطقه من باید بخوام. اول شرطش دیگه من بخوام که این چوبار دارم. هیچ وقت خدا همینجوری برای ما کاری نمیکنه تا نخواهیم. وقتی که عیسی مسیح به اون کور رسید، خب کور از خدا چی میخواد؟ به چشم بینا. عیسی مسیح میدونست این چی میخواد، ولی برمیگرده میگه چی میخوای برات بکنم. ما باید قبول داشته باشیم که یک ایراد داریم، اون ایراد رو برداریم بیاریم و خدا شفا بده. در مورد این مسئله روانشناسی هم میتونه کمک باشه، میتونه یاور باشه، میتونه ما رو کمک بکنه به اینکه بهتر بتونیم به این اشکالاتی که از دوران کودکی به خصوص تو اون 8 سال اول، اون 8 سال اول زندگی ما رو تشکیل میده، اون 8 سال اول آینده ما رو تشکیل میده، بتونه ما رو آگاه بکنی که در فلان نقطه در فلان جا یه همچه اتفاق افتاده و تو میتونی الان با قدرت خودت، با شناخت خودت میتونی این مسائل رو حل بکنی و از بین ببری. پس بعد مهدی شما توصیه میکنید که والدین در اون 8 سال اول یا 6-7 سال اول زندگی کودکانشون خیلی مراقب باشن در تربیتشون و بدونن که چه چیزی، چه تخمی رو در روحشون و روانشون میکارن. بله دقیقا همینطور شما میفرمایید. بله واقعا تو این 8 سال اول من میبینیم الانش هم ما متاسفانه در حد دقیقا در کشور خودمون میبینیم که پدر مادرها چگونه با بچه ها رفتار میکنن. چرا ما باید اینقدر بچه های خیابانی داشته باشیم؟ اخبار شما نگاه کن ببینیم پدر مادرها با بچه ها چه میکنن. بله اصلا ما در یک دنیای مثل که آتیش قرار گرفتیم. بچه رو پدر میزنه، مادر میزنه، معلم میزنه. اصلا من نمیدونم واقعا. خب معلومه این نسل آینده ماست. بله بچه با این کتک خوردن، با این فحش شنیدن، با این تحقیر شدن، این با همین شکل داره بزرگ میشه، تمام آیندهش داره ساخته میشه، شخصیتش داره ساخته میشه. خب این میخواد چیکار بکنه؟ بله این است که حقیقت همجوری شما فرمودید واقعا این است که پدر مادرها دقت کنن. این کودک ما واقعا کودکان امانتی هستن از طرف خدا به ما داده شده. بله. ما موظفیم، مسئول هستیم در سر حد امکان تلاش کنیم که این کودکان سالم بزرگ، نه سالم فیزیکی منظورم اونم هست، ولی سالم روانی بزرگ بشن. نگاه میکنی شما الان اکثر اختلالات روانی از کودکی سرچشمه میگیره. بله. اکثرش. بله. شما اگر عصبانی هستی از کودکی میاد، اگر حسودی از کودکی میاد، اگر کینه داری از کودکی میاد، اگر اکثر این مسائل از کودکی میاد. همین خشم و عصبانیت شما در نظر بگیر. همین اینو ببین، همین الان تو همین کشور خودمون وقتی که اینو من برخورد کردم که دارم خدمتتون میگم، میگی پدر جان تو چرا دست بالا میکنی؟ تو دست خدا برای زدن نداده، دست برای کمک داده، دست برای گرفتن دست در آغوش کشیدن. بله آفرین. چرا میزنی؟ میگی عصبانی شدم. حالا ببینید، اولا که اگر اجازه داشته باشم یه کوچولو در این رابطه خشم و عصبانی هم بگم، وقت دارم؟ بله هنوز وقت داریم. خشم ما معمولا خشم میگیریم، خشم طبیعیه، خشم یه چیزیست که در درون ماست. عیسی مسیح هم خشم گرفت، ولی کلام خدا میگه خشم بگیرید اما با خشم نخوابید. در واقع منظور اینه خشم بگیرید. آدم خشمگین میشه، آدم از ناملایمات خشمگین میشه، ولی منتها میتونه فراموش بکنه. اما عصبانی شدن یک رفتاره. عصبانی شدن نیست، طبیعی نیست، رفتاره. یعنی الان اگر منو مثلا حالا چه میدونم بچه‌م یه کار خلاف بکنه یا همسرم خدا نکره کار خلاف بکنه، ممکن در مقابل او عصبانی بشم، فریاد بزنم، حالا شاید اعمال دیگری هم ازم سر بزنه. اما اگر همین منو اگر بردم ببرم مثلا چه میدونم حالا مثلا اداره پلیس یا سازمان امنیت، اگه 100 تا پشتم اینا صدام در نمیاد. چرا؟ چون میترسم دیگه، چون میترسم اگه یک کلم بیشتر بگم مثلا حالا چه رفتار. یه واقعیت. بله دقیقا. چطور عصبانی نمیشی؟ چطور هیچی هیچ کاری نمیکنی؟ حالا اینجا چون این بچه چون زنته، چون شوهرته، چون زورت بهش میرسه، چون اون باید فریاد کشیدن عصبانی شدن. در نتیجه
من متاسفانه واقعا اینا هست دیگه، اینه که ما باید واقعا بیاموزیم همه در همه جا یکسان باشیم. من فکر میکنم این واقعا همسویی داره، این چیز روانشناسی، این توصیه روانشناسی که کودکان رو در طفل وقتی که کوچیک هستن مواظب باشیم چطور تربیت میکنیم با کلام خدا، مخصوصا امثال سلیمان که میگه طفل رو در راهی که باید بره تربیتش کن و وقتی بزرگ هم بشه فراموش نخواهد کرد. این خیلی زیباست که این همسویی داره با روانشناسی. کیش مهدی، سوالات بسیار زیاده، ما میدونیم که وقت شما خیلی زیاد نیست، شما بسیار مشغول هستید، اما اجازه بدید از این وقت محدود استفاده بکنم. من چندین سوال دارم. سوال اول این هست که آیا برای ترمیم رفتاری ما، ترمیم آسیب‌های روحی روانی موافق هستید؟ کلام خدا موافق هست که به روانپزشک یا روانشناس مراجعه بشه، چون باور مسیحیان این است که روح خداوند هست، او شفا خواهد داد روح جان و جسم ما رو، در واقع او تسلی میده و غیره. جایگاه روانشناسی و مراجعه به روانشناس مثل یک طبیب دیگر به نظر شما در کجای مسیحیت قرار دارد؟ من باید خدمت رو عرض کنم که ما در واقع همونجور که جسم فیزیکی ما بیمار میشه به دلایلی، جسم در واقع روانی ما هم بیمار میشه. ما هم از نظر روانی گهگداری بیمار میشیم. طبیعی است که ما احتیاج به دکتر و پزشک و این چیزا داریم. درسته اگر الان من دستم بشکنه، آره درسته دعا میکنم خدا هست، عمل میکنه، انجام میده، ولی من در ضمن دکتر هم میرم. این واقعیت دیگه. بله، ما مخالف دکتر نیستیم. بله، مخالف دکترم میرم، دارو هم میده، داروشو مصرف میکنم، داروشو میخورم. تا یواش یواش هم دعا میکنم، هم دکتر میرم، دستم خوب میشه، میرم دنبال کار زندگی. در رابطه با مسائل روانی هم به همین شکله. اونها هم همینطور. من نیاز داره بدنم که برم و این همین الان مثالایی که زدم که من منتها حالا اونجا دستم شکسته، اینجا در واقع دست روانیم شکسته. اونجا هم احتیاج دارم که این دست روانی شکسته من جا بیفته، اونجا هم احتیاج دارم من به این به ترمیم، همینجوری که شما کلمه رو به کار بردید، من واقعا احتیاج دارم به این مسئله. پس در نتیجه من تصورم برای این هستش که رفتن پیش روانپزشک، روانشناس اصلا مسئله خاصی ایجاد نمی‌کنه، مثل بقیه اموراتی که ما در رابطه با تمامی اموراتمون به متخصصین الان به خصوص به متخصص مراجعه می‌کنیم در تمام موارد، حتی در مورد ساختن یه خونه هم به متخصص مراجعه می‌کنیم، چه برسه بگه به جانمون که این جان منه. بله کیش مهدی، من خیلی هیجان زده هستم برای این سوال هفته و برای بحثی که شما مطرح کردید. می‌خواستم یک توصیه از شما بشنویم. آیا شما موافق هستید که شبانانی که در واقع اجازه مشورت دارند با اعضایی که به کلیسا میان، و ما میدونیم کسانی به کلیسا میان که از فقر روحانی خودشون مطلعن، اونا آسیب دیدن، اونا نسبت به گذشتهشون و نوع زندگی گذشتهشون ترجیح میدن زندگی متفاوتی داشته باشن، برای همین به کلیسا میان، برای شفای جسم روحشون میان، شما چقدر توصیه میکنید به شبانانی که با مردم برای زندگیشون مشورت میکنن نزدیک بشن به علوم روانشناسی و از اون کمک بگیرن برای اینکه بتونن به اصلاح و ترمیم زندگی و روح و جان مردم بپردازن؟ من اینجا اجازه بخوام یه توضیح کوچولو بدم، و اون این که ما وقتی در مورد علوم صحبت میکنیم، حالا مثلا علم روانشناسی، چه میدونم حالا علم کیانشناسی، علم پزشکی یا هر علمی صحبت میکنیم، یه چیز کلی اون علم رو در نظر داریم. ما به بعضی نظرات و فرضیه هایی که در این روابط مطرح شده زیاد کار نداریم. در واقع من اگر در مورد روانشناسی صحبت میکنم، ممکنه بعضی از روانشناسایی وجود داشته باشه که نظریاتی دارن یا فرضیه هایی دارن که شاید درست از نظر ما حداقل درست نباشه،
حالا حداقل ثابت نشده، حالا به هر شکل. ولی یک چیز کلی در رابطه با روانشناسی به عنوان که یک علم هست شناخته شده و اونو بیشتر با مد نظر داریم. اگر اونجور صحبت بکنیم، بله من باید بگم که چقدر عالی هستش که همه عزیزان ما که به شکلی با آدم درگیر هستن، حالا به هر جور، که یه مقداری همینجور که یه مقدار ما از نظر سلامت جسم و جان اطلاع داریم، اگر چشم درد گرفت این کارو بکن، اگر گوش درد گرفت اون کارو بکن، چقدر خوبه که ما یه مقدار شناخت روانی هم از آدم‌ها داشته باشیم، حالا در یک سطح معمولی، در حالا ما نمیگیم همه برن متخصص بشند. بله متخصص. ولی به چقدر خوبه هست الان کتابی که مثلا اصول روانشناسی معمولی است که یه شناخت کلی میده که اصلا اصولا این روانشناسی چیه. مثلا الان من خیلی وقت جاهایی میرم این اشتباه رو میکنم، میگن روانشناسی حتما با روح سر کار داره، در حالی که اصلا روانشناسی با روح کار نداره. روانشناسی یعنی رفتارشناسی، با رفتار ما کار داره، با این، چون رفتار ما از کجا میاد؟ از انگیزه های ما، از تفکرات ما، از ذهنیات ما، از آرزوهای ما، از اون چی که در درون ما هست رفتار ما سرچشمه میگیره. یا به قول عیسی مسیح میگه زبان از زیادتی دل سخن میگه. نتیجه این است که با روح اینا کار نداره. شناخت کلی داشته باشه آدم از علم روانشناسی، که همینطور داشتن شناخت کلی در رابطه با علوم دیگر چقدر کمک میکنه، این هم میتونه خیلی خیلی کمک بکنه. من فکر میکنم که خیلی خوبه اینجا تاکید بکنیم که مسیحیان روانشناس هم وجود دارن و روانشناسی مسیحی وجود داره، روان درمانی مسیحی وجود داره. بله. و یکی از این روانشناسامون هم همین کشیش مهدی عزیز ما هستن و روانشناسان مسیحی زیادی در دنیا دارن، روان درمانهای مسیحی زیادی. و توصیه میکنم که مسیحیان به جای اینکه به هر روانشناسی مراجعه کنن، بهتره به روانشناسان مسیحی یا روان درمانهای مسیحی مراجعه کنن. من روانشناسای غیر مسیحی میشناسم که خیلی وضعیت اسفناکی داشتن خودشون و احتیاج به شفا داشتن خودشون. و یکیشون در شهر خودمون بود که متاسفانه معتاد بودن ایشون و رفتارهای خیلی ناهنجاری داشتن با افراد مختلف و خودشون اصلا بیمار بودن. پس حتما هر کسی که روانشناسه یک خدا نیست و مسلما مطلقش نکنیم روانشناسی رو، مسلما هر دکتری خودش هم مریض میشه. متاسفانه باید خدمتتون عرض کنم که شش مهدی وقت ما به پایان رسیده، فقط کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم، اگر میتونید جنبندی داشته باشی سپاسگزار میشم. جنبندی که من میتونم داشته باشم این هستش که به همه عزیزانم، دوستانم، برادرانم، خواهرانم، همزبانانم، هموطنانم واقعا سفارش بکنم که از داشتن علم، خوندن کتاب واقعا دوری نکنن. کتاب بهترین دوست آدم هاست. داشت دونستن علم، دونستن دانش بهترین چیزه. یه آیه رو من میگم بعد دیگه صحبت رو تمام میکنم. کلام خدا یه آیه خیلی خیلی مهمی داره. خدا با یک سوزی، اگر دقت بکنیم، با یک سوزی برمیگرده میگه قوم من از نادانی هلاک شدن. و اینه که بیایم دانا باشیم، بیایم بیدار باشیم، بیایم هوشیار باشیم. این حق ماست. این ما میتونیم دانا باشیم، بینا باشیم، بیدار باشیم. شما برکت. واقعا ممنونم کشیش مهدی عزیز، خدا رو برای وجود شما شکرگزارم. متشکرم. منم باعث افتخارم بود. ممنون از محبتتون، از دعوتتون. به اتفاق برادران همکارم کشیش مهدی ارشانفر و کشیش ورش بابا خانی با شما هم عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. شما می توانید با ما با شماره واتساپ 2031 638 98 98 98
با ما تماس بگیرید و همینطور از طریق ایمیل با ایمیل wrpersian@gmail.com میتونید با ما در تماس باشید. wrpersian@gmail.com